یکی از جالبترین توانایی های فاینال کات گرفتن لرزش تصویره. بارها پیش اومده که توی فیلم برداری دست فیلم بردار لرزیده و تصویری یه مقداری تکونهای کوچیک داشته. به طور مثال این تصویری که ما اینجا داریم، اگر من بزرگترش بکنم که شما راحت تر بتونید تصویر رو ببینید، میبینیم که تصویر لرزش های زیادی داره و توی هر لحظه یه مقدار نسبی تکون های کوچیک میخوره. شما میتونید کلیپتون رو انتخاب کنید، برید توی منوی افکت، ویدیو فیلترز، ویدیو و اسموت کم. به محض اینکه شما روی اسموت کم کلیک بکنید، شروع میکنه آنالیز کردن تصویرتون و تقریبا به ازای هر 10 ثانیه بنا به حالا توانی که کامپیوترتون داره، حدود مثلا 5 تا 8 دقیقه ممکن طول بکشه تا تصویرتون رو آنالیز بکنه و متوجه بشه که حرکت دوربین به چه شکل بوده. بعد از اینکه این زمان تموم شد، شما یه فیلتر روی تصویرتون دارید که تقریبا یه همچین مشخصاتی داره. البته بنا به شاتی که شما دارید ممکنه که این تنظیمات اینجا فرق بکنه. حالا نتیجه کار رو یک بار دیگه ما با هم میبینیم. همونطور که شما دیدید لرزش تصویر خیلی کمتر شد. اگر من بخوام یه بار دیگه این فیلتر رو خاموش بکنم تا یک بار دیگه با هم ببینیم، شما که چقدر شدت لرزش تصویر زیاده. اما این اسموت کم چه تنظیماتی داره؟ اسموت کم اولین عنوانی که شما می‌بینین اتو اسکیله، یعنی اگر تصویری جاهایی خارج شد از کادر یا یک کمی از قاب بیرون رفت، چقدر تصویر رو بزرگتر بکنه تا به اون میزان جبران بشه، در واقع بیرون رفتن از کادر جبران بشه. اینجا یکه، شما میتونید رو بیشتر بکنید همونطور که میدید یا کمتر بکنید. وقتی من اسموت کم رو روشن میکنم، یه مقدار روی تصویر زوم میشه و یه مقدار بزرگترش میکنه. عنوان بعدی که شما اینجا میبینید Translate Smooth یا همون نرمی حرکت، پایینی نرمی چرخشه و پایینی هم نرمی بزرگتر شدن و کوچکتر شدن. اگر شما بخواید حرکت های تصویر بیشتر باشه، میتونید Translationتون رو کمتر بکنید، مثلا این روی رو 1 بذارید و یه مقداری از لرزش تصویرتون برمیگرده طبیعتا. یا مثلا اگر روتیشن رو هم روی 1 بذارید، همونطور که شما میبینید یه مقداری ما نزدیک میشیم به تصویر اوریجینال. از اسموت کم شما توی شات هایی که لرزش هایی به این شکل داره میتونید استفاده بکنید و از اونجایی که شما نیاز به تنظیم خاصی ندارید و فقط کلیپ رو انتخاب میکنید و با اضافه کردن یک فیلتر تمام محاسبات رو خود نرم افزار انجام میده، میتونه براتون خیلی کاربرد داشته باشه. در ضمن این میکسی که شما اینجا میبینید، میزان تأثیر این فیلتر همونطور که شما میدید من میتونم کم و زیادش کنم و اگر خواستید میتونید کی فریم بهش بدید. به طور مثال توی اوایل کلیپ این تأثیر 0 باشه، مثلا تا اینجا و تا اینجا به حد اکثر برسه. خب امیدوارم از این فیلتر بتونید به بهترین شکل ممکن استفاده بکنید.